دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. همچنان داریم مبحث تعیین علامت چند جمله های درجه دو رو با هم دیگه بررسی میکنیم. توی جلسه قبل دیدیم که عبارت y برابر ax دو به اضافه bx به اضافه 3 رو ما یه سری عملیات روش انجام دادیم و با فرض اینکه به دو این منهای 4 a برابر دلتاه به این صورت در آوردیم که y برابر شد با a ضرب در x به اضافه b به روی 2 به توان 2 منهای دلتا به روی 4a حالا حالت دوم تعیین علامت رو یعنی به ازای دلتاهای منفی میخوایم ببینیم چه جوری با ایگرگ علامتش چه جوری تعیین میشه توی جلسه قبل ما به ازای دلتا برابر صفر بررسی کردیم این جلسه دلتا منفی رو میخوایم بررسی بکنیم بچا من از یه آ از کل ایگرگ فاکتور میگیرم در نتیجه بخشید اصلا اینجا فلش هم نمیخواد ایگرگ برابر میشه با آ ضرب در ب راکت به اضافه ب به روی دو آ به توان دو منهای دلتا به روی چهار آدو خب بچه وقتی که دلتا منفی باشه این عبارت که خودش یعنی دلتا که منفیه اتشا. چهار آدو مثبت یه عدد منفی تقسیم برای یه عدد مثبت که میشه کل عبارتمون منفی میشه درسته کل این عبارت منفی میشه ولی از طرف این عبارت منفی زب در منفی هم شده پس درش منفی ضرب در منفی مثبت میشه x به اضافه b به روی 2 که خودش مثبته حالا دو تا عدد مثبت با هم دیگه جمع شدن پس کل براکت بچه ها مثبت میشه حالا که کل براکت مثبت شد و a ضرب در یه براکت مثبت ایگرگ ایجاد میکنه پس علامت y به شدت تحت تاثیر علامت a یعنی چی بچه ها؟ یعنی اینکه اگر اگر آ مثبت باشه این آی مثبت در به راکت مثبت شده که ایگرگ رو ایجاد بکنه در چه هم مثبت میشه و اگر و اگر آ منفی باشه این آی منفی زبدر به و مثبت ایگرگ رو ایجاد میکنه در چه هم منفی میشه یه منفی زبدر مثبت منفی میشه حاصل. خب بچه این عبارت ایگرگ هم هیچ موقع صفر نمیشه چرا؟ چون حتی وقتی که این پرانتزمون صفر بشه با یه عدد مثبت جمع میشه پس کل براکت زبدر آ یه عدد غیر صفر هست. ولی ایگرگ میتونه یه مقدار مینیمومی داشته باشه مقدار مینیموم منظورم چیه یعنی اینکه اگر این پرانتز صفر بشه حاصل این براکت مینیموم خودش رو داره صفر به اضافه یه چرا چون در حال در غیر حالتی که پرانتز صفره همیشه این پرانتز یه عدد مثبتی که با یه عدد مثبت دیگه جمع شده این عدد مثبت که ثابته پس برای اینکه کل براکتمون مینیمومش رو داشته باشه این عدد مثبت باید با مینیموم این پرانتز جمع بشه مینیموم این پرانتز هم که یه بچا وقتیه که این پرانتز صفر باشه مینیموم یه مقدار به توان دو صفره پس حالا باید ببینیم به ازای ایگرگ مینیموم در نتیجه وقتی که ایگرگ مینیمومه x به اضافه b به روی دو آمون برابر با صفر درسته در نتیجه بچه ها در نتیجه ایکس برابر با منفی b به روی دو به ازای منفی b به روی دو ایگرگ مینیموم خودشو داره و در غیر اون حالت هم ایگرگ تغییر میکنه ولی علامتش همیشه با علامت آی یکسانه خیلی جمله فلسفی گفتم بچه ببخشید خب حالا من میام این جدول اولا جدول تعیین علامت رو میکشیم جدول تعیین علامت رو بچه ها یادتون که نرفته که ما اینا همه باش کار کردیم خب این ایکس اینم ایگرگ به ازای حالت اولی که دلتا منفی و آ مثبت باشه مینیمممون منفی ب به روی دعاه و قبل و بعد از اون علامت ایگرگ موافق علامت آ خب بذارید کلش اصلا تو یه جدول بکشم اینجا صفر هم نمیشه همیشه صفر نذاشیم اینجا صفر نمیشه قبل و بعد این منفی ب به روی دعا علامت ایگرگ موافق علامت موافق علامت آ تو پرانتز آ همون ضریب x دو خب بچه ها مثل همیشه ما معادله رو می نوشتیم جدول تعین علامت رو می کشیم و کار بعدی که می گردیم چی بود بچه ها درسته محور مختصات هم می کشیدیم که ثابت کنیم اون حرفایی که توی جدول و معادلمون زدیم و محور مختصات هم نموداره در واقع معادلمون تایید تعیید میکنه خب گفتیم که به ازای منفی ب به روی دعا مقدارمون مینیمومه مقدار ایگرگمون مینیمومه من حالت اول که در حالت دو اگه اینو اسمشو بذارم دو یک اینو بذارم دو دو من اول نمودار دو یک رو میکشم یعنی دلتاهای منفی و آی مثبت. گفتیم که وقتی که آ مثبت باشه دلتا منفی ایگرگ همیشه مثبته و در منفی به روی دعا بچه ها شده. حالا من نمیدونم منفی م... منفی ب روی دو وقتی که ایگرگ مینیمومو داره من اینجا دقیق نمیدونم چه عبارت چه, چه مقداریه ولی شما میتونید راحت حساب بکنید بچه این نمودار این سهمیمون میشه به ازای دلتا های منفی و آی مثبت خب بچه شما میتونید بذارید من اینو درستش بکنم که این مینیموم بشه تو این نقطه شما میتونید خیلی راحت به ایگرگ مینیموم هم به دست بیارید ایگرگ مینیموم وقتی که x و صفر قرار بدیم میشه چی؟ ببخشید وقتی که ایگرگ مینیموم وقتی میشد که این پرانتز صفر باشه در چه میشد؟ منفی دلتا به روی چهار آدو زب در آ که میشه چی بچه ها؟ میشه منفی دلتا به روی چهار آ خب یه حالت دیگه هم داریم و اون حالت دو دو یعنی دلتای منفی و آی منفی دوباره من محور مختصات میکشم بچه ها همچی میگم دوباره محور مختصات میگم انگار چه کار شاقی دارم انجام میدم این واقعا باید من تبریه واقعا سخت بچه ها می کشیدم گفتیم دوباره توی منفی به به روی دا نمودارمون مینیمومش رو داره که مینیمومش هم برابر با منفی دلتا به روی چهار آه و در بقیه حالات هم همیشه ایگرگ منفیه چرا؟ چون آمون منفیه بله اینم نمودار دو دومون بچه من دور اینا یه مربع بکشم خب دوتا نمودارم کشتیم چقدر کثیف کسیف شد اینجا شما ببخشید بچه نمودار رو کشیدیم جدول تعیین علامت رو کشیدیم به ازای دلتاهای منفی هم نمودار هم جدول تعیین علامت رو به دست آوردیم مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسه بعد به ازای دلتا مثبت با تعیین علامت رو بررسی میکنیم توی جلسه بعد میبینمتون فعلا خدافظ